ما را روانی کنند. اما آنجا هم کور خواندند و دیدند که چگونه مجاهدین ایستادند. 120,000 نفر سربدار شدند و مجاهد بودن خود را به رژیم خمینی نشان دادند. به وزارت اطلاعات و خامنه‌ای طلسم شکسته و مالکی کذاب میگویم که من مجاهد خلق با تمام وجودم در اشرف خواهم ماند و ما اشرفیان و مردم ایران رژیم خمینی را سرنگون خواهیم کرد. سلام بر مجاهد پاک باز و سرفراز اشرفی محسن انصاری، روزی که به پیکار آزادی مردمش از چنگال مهیب ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران برخاست و روزی که به عهد آزادگی وفا کرد و در قله مقاومت رهایی بخش ملت ایران به همرزمان صدیق و شهیدش پیوست. نگاهی کوتاه به زندگی و رزم مجاهد صدیق محسن انصاری. مجاهد صدیق محسن انصاری پس از 8 سال نبرد بی امان با بیماری MS و در طی 2 سال محرومیت از دستیابی به خدمات درمانی و داروهای مورد نیاز در اثر محاصره پزشکی اشرف، صبح امروز 27 مرداد ماه به دیار رفیق اعلی پرکشید و به جاودان فروغ ها پیوست. از سال 1388 که با محاصره ظالمانه اشرف درمان بیماران مختل شد، به دلیل فقدان امکانات و محرومیت‌های رو به تشدید پزشکی و دارویی، امکان کنترل بیماری نبود. ولی او طی این سالها نمودی از عزم و اراده یک مجاهد اشرفی را به نمایش گذاشت و در تمام این مدت و تا آخرین لحظات حیات چهره درد کشیده‌اش همواره گشاده و شاداب و برای همه یارانش الهام بخش بود. محسن بارها به یارانش گفته بود از این که در صف مقدم کارزار علیه محاصره جنایتکارانه اشرف هستم افتخار می کنم و سربلندم. سلام به هموطنان داخل کشور، همچنین سلام به هموطنان در خارج کشور که بی وقفه از اشرف و قیام وافران داخل کشور حمایت کنند. من محسن انصاری مدت 8 سال است که بیماری MS دارم. قبل از این که نیروهای علاقه حفاظت اشرف بوده بگیرن، ما در اشرف دکتر متخصص و دارو رو با امکان خودمون تهیه و فراهم میکنیم. در این مدت هم مشکلی نداشتیم.